در اولین روز فروردین ماه سال 1400، رهبر انقلاب اسلامی طی یک سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران سخن گفتند. این بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در چهار محور اصلی مطرح شد. ایشان در اولین محور سخنانشان، ضمن تبریک مجدد فرارسیدن سال نو به ملت، آغاز سال 1400 را به معنای ورود در قرن جدید از جهت عرفی دانستند و به همین مناسبت یک مقایسه تاریخی درباره شرایط ایران در دو قرن 1300 و 1400 مطرح کردند. رهبر انقلاب ورود در 1300 با آغاز دیکتاتوری رضاخان را نشانه حکمرانی وابسته و انگلیسی و ورود در 1400 با انتخابات را نشانه حکمرانی مبتنی بر استقلال و آراء مردم معرفی کردند. اما دومین محور بیانات حضرت آیت الله خامنه ای اختصاص به طرح نکاتی درباره مسائل اقتصاد ایران داشت. ایشان طی چند فراز مختلف به بحث و بررسی مواردی چون مسئله جهش تولید، موانع پیشروی تولید و حمایت از تولید، قابلیت اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و دنیا در صورت استفاده از ظرفیت‌ها، مسئله همراهی مردم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، مسئله تحریم و راه‌های مقابله با آن و گره نزدن اقتصاد کشور به تحریم و برنامه ریزی اقتصادی بر اساس ماندن تحریم پرداختند. انتخابات 1400 سومین محور موضوعی این سخنرانی رهبر انقلاب بود. ایشان در آغاز این محور از سخنانشان و ضمن بحث از اهمیت انتخابات، آن را از جنبه داخلی، نوسازی در کشور و از جنبه خارجی، نشان دهنده اقتدار ملی معرفی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه ریاست جمهوری را مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور دانستند و خطاب به داوطلبان ریاست جمهوری توصیه کردند: سنگینی کار را بدانید، مشکلات و مسائل اصلی کشور را بشناسید و برای حل آنها برنامه داشته باشید. فراز پایانی این محور از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای نیز حاوی دو توصیه انتخاباتی خطاب به مردم بود. اولین توصیه ایشان شناخت و انتخاب رئیس جمهور مطلوب بر اساس شاخصها بود و دومین توصیه این که انتخابات را نماد وحدت ملی قرار دهید، نه دو دستگی و تفرقه و دو قطبیگری. رهبر انقلاب در آخرین بخش بیانات خود به طرح نکاتی درباره برجام و مسائل منطقه پرداختند. مواردی چون شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا، سیاست کشور درباره برجام و تعامل با طرف‌های برجامی و سیاست‌های غلط آمریکایی‌ها در کل مسائل منطقه، سه مورد از نکات مطرح شده توسط ایشان در این محور از سخنانشان بود. همچنین حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از بیانات خود برخی موانع تولید و بعضی راهکارهای حمایت از تولید را برشمردند. ایشان در شرح موانع تولید مواردی چون واردات بی‌رویه و بی‌مورد، قاچاق کالا، مقررات زائد و غیر لازم و کمک نکردن نظام بانکی به تولید را مورد اشاره قرار داده و در ادامه مسائلی همچون مشوق‌های قانونی، کمک به واردات کالاهایی که تولید متوقف به آنهاست، بالا رفتن قدرت خرید مردم و تقویت ارزش پول ملی و کمک به قطع دست واسطه ها را به عنوان برخی راهکارهای حمایت و پشتیبانی از تولید مورد تأکید قرار دادند. دعا برای عزیزتر شدن، قدرتمندتر شدن و خوشبختی و سعادتمندی ملت ایران پایان بخش سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها بود.